سرخط تازه ترین ها، درآمد میلیونی طالبان از گمرک فرا، و همچنان در پایان عفو بین ملل، تیرباران کماندوها توسط طالبان، جنایت جنگی است. با نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چینل لیتوپوان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل لیتوپو ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. عفو بین الملل، تیرباران کماندوها توسط طالبان، جنایت جنگی است. 8 صبح کابل. شبکه CNN به تازگی فیلمی را از کشتار کماندوهای ارتش به دست طالبان را نشر کرد. این فیلم نشان می‌دهد که طالبان کماندوهایی را که به نشانه تسلیمی دست بلند می‌کنند، برگبار می‌بندند. سازمان عفو بین الملل این عمل کرد طالبان را محکوم کرده و جنایت جنگی خوانده است. سمیرا حمیدی نماینده سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا روز سه‌شنبه 22 سرطان گفته است که ویدیوی منتشر شده از روی شبکه CNN نشان می‌دهد که گروه طالبان از کماندوهای افغانستان که با طالبان تسلیم شده بودند، از سوی این گروه تیرباران می‌شوند. حمیدی گفته است این فیلم بسیار نگران کننده است و یک دید وحشتناک از وضعیت نامید کننده روزافزون افغانستان ارائه می کند. سازمان عفو بین الملل گفته است که کشتار خودسرانه سربازان تسلیم شده از سوی گروه طالبان جنایت جنگی است. طبق گزارش CNN در این رویداد که در 27 جوزا در ولسوالی دولت آباد فاریاب رخ داده است، 22 سرباز اسیر شده به رگبار گلوله بسته می شوند. نماینده سازمان عفو بین الملل برای جنوب آسیا افزود شواهد نشان می دهد که روش طالبان تغییر نکرده است و ادعاهای کاذب این گروه مبنی بر رعایت حقوق بشر روند صلح را کاملا تضعیف می کند. سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان خواسته است که در مورد این عمل کرده طالبان تحقیق فوری انجام دهد و عاملان این رویداد را به محاکمه بکشاند. در همین حال این سازمان تصریح کرده است که اگر دولت افغانستان در به محاکمه کشیده شدن عاملان این رویداد موفق نشود، جامعه جهانی و دادگاه بین المللی کیفری باید وارد عمل شود. این در حالی است که طالبان نشر گزارش تیرباران شده نیروهای تسلیم شده کماندو از سوی این گروه را رد کرده اند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته است که نوار تصویری نشر شده از سوی CNN جعلی است. گفتنی است که ویدیوی منتشر شده از تیرباران کماندوهای در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده مردم افغانستان را به دنبال داشته است. نشر این ویدیوهای گروه طالبان را زیر فشار داخلی و بین‌المللی قرار داده است. در همین حال حامیان استر جنرال عطا محمد نور در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: نشر فیلم تیرباران شدن 22 نفر از کماندو در شبکه خبری CNN برای دولت و مخصوصا نیروهای امنیتی حقارت بار است. همچنان این در حالی است که درآمد میلیونی طالبان از گمرک اسلام قلعه. 8 صبح کابل. حدود یک هفته پس از تصرف گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فرا از سوی طالبان، موترهای باربری و ترانزیتی از ایران وارد کشور می شوند و طالبان روزانه از بابت دریافت تعرفه گمرکی از صدها موتر باربری میلیون ها افغانی به دست می آورند. اعضای شورای ولایتی فرا اقدام حکومت ایران برای اجازه دادن به ورود موترهای باربری و ترانزیتی به گمرک که در اختیار طالبان قرار دارد را خلاف روابط دیپلماتیک و روابط همسایگی عنوان می کنند و از حکومت افغانستان می خواهند که زمینه فعالیت قانونی این گمرک را فراهم کند. با تازگی گمرک های ترغندی و اسلام قلعه در هرات و گمرک مرزی ابو نصر فراهی در ولایت فرا به دست طالبان سقوط کرده است. مقام های محلی هرات می پذیرند که دو گمرک ترغندی و اسلام قلعه از سوی طالبان تصرف شده و در حال حاضر مسدود است. از جانب دیگر برخی رسانه‌های ایرانی ادعا دارند که به زودی انتقال کالاهای تجاری از مرز این کشور به افغانستان که طالبان آن را تصرف کردند
آغاز خواهد شد. رسانه‌های ایرانی وضعیت مرزی‌های شرقی این کشور با افغانستان را آرام توصیف می‌کنند و از انتقال کالاها به افغانستان از طریق مرز ابو نصر فرای خبر می‌دهند. مقام‌های محلی فرای نیز تایید می‌کنند که گمرک اسلام قلعه و ابو نصر فرای به دست طالبان افتاده است. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است نشان می‌دهد که طالبان از موترهای باربری تا رفای گمرک دریافت می‌کنند. از دید آگاهان امور اقتصادی، مسدود ماندن گمرک‌ها پیامدهای منفی اقتصادی برای کشور دارد. سقوط برق‌آسای حدود دولسولی و دو گمرک مرزی در جریان کمتر از 24 ساعت در هرات برای بسیاری از شگفت‌آور بود. افزون بر گمرک‌های مرزی ترغندی و اسلام قلعه در هرات که گذرگاه‌های مرزی با کشورهای ترکمنستان و ایران است، گمرک مرزی ابو نصر فراهی در ولایت فرانیز در اختیار طالبان قرار دارد. یک مقام معتبر امنیتی در ولایت فرا در صحبت با روزنامه 8 صبح می‌پذیرد که گمرک ابو نصر فراهی توسط طالبان تصرف شده است. اعضای شورای ولایتی فرا نیز می‌پذیرند که گمرک مرزی ابو نصر فراهی از چند روز به این سو به دست طالبان افتاده است. دادالله خانی رئیس شورای ولایتی فرا بر روزنامه 8 صبح می‌گوید که طالبان در گمرک مرزی ابو نصر فراهی حضور دارند و کشور ایران موترهای باربری و موترهای ترانزیتی را اجازه می‌دهد که از خاک این کشور وارد افغانستان شوند. و گفته او طالبان روزانه از صدها موتر باربری تعرفه گمرکی دریافت می‌کنند و صدها میلیون افغانی عاید دارند. وی افزود در حالی که گمرک ابو نصر فرایی در تصرف طالبان قرار دارد، ایران خلاف روابط دیپلماتیک و خلاف روابط همسایگی اجازه می‌دهد که موترهای باربری وارد افغانستان شوند و طالبان از آنها تعرفه گمرکی دریافت کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. تا ویدیوی دیگر، بدرود.